عرض وقت بخیر خدمت دوستان در سراسر دنیا، امیدوارم که هر جا هستید سالم باشید و از اینکه لطف میکنید به من تماس میگیرید و ابراز محبت میکنید خیلی از اون متشکر هستم. امیدوارم که از این به بعد بتونم زودتر خدمتتون برسم. قبل از اینکه برنامه امروز رو شروع کنیم، اجازه بدید خدمتتون عرض کنم که امروز سه‌شنبه است در وقت به وقت لس آنجلس. ما فردا نه پس فردا روز پنجشنبه مراسمی که در سراسر دنیا یهودیان دارن به استقبالش میرن، البته استقبال خوبی نیستش، و اون مراسم سوگواری یهودیان هستش که این عرض کردم تنها مراسم سوگواری که ما داریم، و این مراسم سوگواری نه به خاطر شخصی هستش، نه به خاطر پیغمبری هستش، بلکه این تنها و تنها سوگواری که در آیین یهود هستش و حدود 2000 خورده سال هستش که ما داریم اینو انجام میدیم، به خاطر خرابی بیت المقدس، که بیت المقدسی که عرب‌ها کپی کردن که شده بیت المقدس، و در صورتی که هیچ گونه اثری از در فرهنگ اسلام و در فرهنگ عرب در مورد بیت المقدس یا بیت المقدس وجود داره، فقط اومدن مثل چیز دیگه ادعای میکنن و کپی دارن میکنن اینا. و دلیلی هم که من اینقدر توی این برنامه ها کلمه کپی کردن به کار میبرم به خاطر مسائلی هستش که دوستان بتونن بیشتر حسش کنن، و یکیش از اونها همین مسئله اورشلیم یا بیت المقدس هستش که عرب هم آمدن روی این دست گذاشتن، و از نظری یک مسئلهی درش هست که به موقع بهش میپردازن که چرا عرب روی این مسئله اونم دارن دست گذاشتن، ولی که در حال حاضر چیزی که عرب دارن از این مسائل استفاده سیاسی میکنن تا حقیقت تاریخی و اون واقعیت کاملا فرق داره. کما اینکه ما در این روز پنجشنبه که سوگواری داریم میکنیم روزه میریم، در این ایام که یک هفته ای که منتهی میشه به این ایام سوگواری، ما شادی نمی کنیم، این صورت اصلاح نمی کنیم مثل کسانی که عزادار هستن، و از نظر غذا خوردن حتی چیزهای غذایی که مثلا گوشت و اینا رو ما استفاده نمی کنیم، موسیقی گوش نمی کنیم، و کاملا مثل یک نفر که عزادار هستش داریم مراسم انجام میده. فقط به خاطر چی؟ به خاطر خرابی بیت المقدس. و حتی ما در روزهای عادی در مراسم عروسی دوستان غیر یهودی که به عروسی یهودی ها میرن میبینن که در موقعی که مراسم عقد انجام میشه، داماد زیر پای خودش یک لیوان بلوری رو میشکنه به یاد خرابی بیت المقدس، به طوری که ما یادآوری میکنیم حتی در زمانی که داریم ازدواج میکنیم و شاد هستیم هنوز به یاد خرابی بیت المقدس یا بیت المقدس هستیم. حتی ما خونه که درست میکنیم، خونه میسازیم، یه قسمت از خونه هامونو عمدن ناتمام میذاریم که باز حتی در این خونه هامون ببینیم که به یاد خرابی بیت المقدس یادآور بشیم که هنوز ما منتظر هستیم که به زودی زود با آمدن مشیح بیت المقدس سوم آباد بشه. و این چیز هستش که ما به هیچ عنوان در اسلام و در مراسمی که عرب دارن ما اینو نمیبینیم. حتی قبلا گفتم که اینا وقتی نماز جمعه هم در میرن بالای مسجد اقصا میکنن، پشتشون به بیت المقدس راه میکنن و به طرف مکه نماز میخونن. ولی خب میخواستم یادآوری کنم که این قبل از که برنامه امروز شروع کنم در این رابطه یادآوری کرده باشن که این هفته مصادف است با تیشا با آف، یعنی نهم ماه آف، که بعد از اون ما دیگه با امید خدا شادیامونو شروع میکنیم و به استقبال روش هاشانا و سال جدید میریم. عرضم به حضورتون که مطلبی که باز امروز میخوام باهاش صحبت در مورد صحبت کنم باز برمیگرده به اون سابجکت و اون مسئله که قبلا ذکر کردم، که چیزایی که در فارسی، در فرهنگ فارسی، در قرآن، در اسلام، در عرب کپی شده، که باز عرض کردم این هایلایتی که من استفاده میکنم کپی شده به خاطر هستش که نشون بدم که کلماتی که وقتی کپی میشه با اون اصلش که در تورا هستش چرا فرق میکنه.
و چقدر ما از دید یهودیت ولی به این کلمات به حروف نگاه میکنیم، یک دنیای دیگه برامون باز میشه، یک پیغام هایی داره که ما هرگز اینا رو نمیتونستیم ازش خبر نداشتیم که در کلام های دیگه وقتی از اینا استفاده میشه چه چیزهایی در پشتش نهفته هستش. کلمه ای که ما در پاراشای این هفته شروع کردیم به خوندن، پاراشایی که فصل آخر توره هستش، فصل دواریم هستش. دواریم که شاید باز برای دوستان یه مقداری کلامش یه مقدار قامز و ناشنا باشه، ولی وقتی توضیح دادم اینم کلامی هستش که در فارسی و عربی هم ازش استفاده میشه. دواریم یعنی مطالب یا گفتارها که ریشش دواریم از دبر میادش. بازم این کلمه یه مقدار ممکنه برای دوستان غیر یهودی این مقداری ناشنا باشه، ولی کلمه دبری که اینجا میبینید دالت که میبینیم دال، بتم که میشه ب، و رشم که همون ر هستش، که اینجا دبر وقتی به فارسی عربی میشه میشه دبیره، همون دالت بد رش هستش، ولی تلفظ ب اینجا میشه بی، میشه دبیر که همون دبیری هستش که در عربی و فارسی هم استفاده میکنیم، یعنی کسی که معلم هستش، کسی داره صحبت میکنه. دبر کلام، صحبت کردن هم معنی میده. و جالبه در این پاراشایی که ما شروع کردیم موشی داره چیکار میکنه؟ تمام اتفاقاتی که در طی این 40 سال افتاده رو داره برای یهودی‌ها توضیح میده، یادآوری میکنه و یک ریویو، یعنی میشه گفت اون رمز و رازها رو داره باز برای نسل جدیدی که از اون بنی اسرائیلی که در طی 40 سال در بیابان بودن داره باشون بازگو میکنه. و یک کلمه دیگه هم که از کلمه ریشه در دبر داره کلمه هستش به نام میدبار. کلمه میدبار هم باز ریشهش از همون دبر هستش. اینجا عرض میرونید همین دبر دالت و بت و ریش داره، ولی اول این کلمه میدبار یه میم مفعولی هستش که این وقتی میدبار میشه یعنی بیابان. و سوال شاید اینجا باشه که دبر چکار به بیابان داره؟ باز این مقداری بیشتر گسترشش بدیم، یک کلمه دیگه که باز ریشش از دبر هستش کلمه هستش به نام دورا. دورا هم باز چی هستش؟ اگه اینجا دقت بفرمایید باز همون دالت دبر به تو رش داره، که کلمه دورا به معنی زنبور عسل هستش، زنبور عسل. حالا سوال اینجا هستش که دبر یا صحبت یا کلام چه ارتباطی به بیابان داره، چه ارتباطی به زنبور عسل داره؟ و عرض کردم که وقتی که ما میایم کلمات رو مثل یک نوت موسیقی نگاش میکنیم، اگر برای من نوعی شما بیاید یک قطعه موسیقی بتهوون رو به صورت نوت بنویسید به من نشون بدید، من که سواد موسیقی ندارم اصلا برام گنگ هستش. فقط میدونم یه سری کلمات اینجا هست، یه سری حروف نوت‌های موسیقی هستش، ولی همین رو اگه نشونه یه نفر موسیقیدان بدید میبینه که چه ابهتی در این نوت‌ها نهفته هستش. و باز کسی که باز نوت موسیقی بلد باشه ولی تنظیمش خوب نباشه و نتونه اینا رو اجرا بکنه، این قطعه خیلی با ارزش بتهوون باز چی میشه؟ یک آهنگ گوش خراش ازش در میادش. پس میبینیم که کلام تورا، کلامت عبری که در تورا هستش، اگر به همین طوری نگاش بکنیم و همین طوری بیاد کپی بشه بعضی ما نامفهوم هستش. همینطوری که اگر شما تایتل برنامه امروز نگاه بکنید، اول سوالی که به ذهن شما رسه این هستش که چه ربطی به دهن، ربطش به زنبور، به بیابان چی هستش؟ این هستش که راست میگید، وقتی آدم ندونه این ارتباط چی هستش که چیز ناشنایی هستش، ولی وقتی که ما بیایم اینو از اون اصل و اون مبدأ اصلی بهش نگاه بکنیم کاملا داستان فرق میکنه و یک
دریچه دیگری نسبت به این کلام برای ما باز میکنه. پس همونطور که عرض کردم، دبیری که ما میبینیم در فارسی و عربی هم هست، دبیر، ریشه در کلمات دبورا مثل زنبور دار، زنبور اثر داره، و میدبار یعنی بیابان. به طور کل وقتی که دهان انسان که ازش تمام کلام در میاتش، این دهان تا وقتی که ازش کلام بیرون نیامده مثل یک بیابانی که هیچ گونه آثار زندگی درش نیست به نظر میرسه. شما یک دهانی که همینطوری بدون صحبت هستش، نمیتونید ازش هیچ چیز یاد بگیرید. هر عرض کنم مثل یک بیابان کاملا خشک و بی‌آب و علف هستش. ولی همین دهانی که به ظاهر هیچ ازش نمیاتش، میتونه صحبته ازش در بیاتش که کاملا زندگی ساز باشه و کاملا بتونه چیکار بکنه، مسیر زندگی رو عوض بکنه. به خاطر همین وقتی ما میریم صحبت‌های بزرگان یا سخنرانی ها رو که میگیم، میخواییم میریم دیوره تورا گوش کنیم. دیوره تورا یعنی همینطوری که یک زنبور عسل میره میشنه گل‌های مختلف و شهدش رو در میاره، ما با رفتن به کلاس‌های مختلف مثل زنبور عسل میتونیم چیکار بکنیم؟ بریم دبرهای مختلف رو گوش بکنیم و این دبرها رو به صورت مثبت، به صورت یک شهد زیبای عسل درش بیاریم و در این کندوهایی که هستش حفظش کنیم و اون شهدی که بهش دوش میگن، که یعنی عسل، که دوش بازم از نظر اون، نمیخوام بگم قباله، از نظر فلسفه یهود دوش همون سود تورا هستش. پس میبینیم من این مطلبی که راجع زنبور عسل دارم صحبت میکنم، به امید خدا خیلی این سابجکتی هستش خیلی زیبا که از این زنبور عسل چقدر میشه درس گرفت، که من از سال 2010 تا الان اگه باورتون نمیشه که من چقدر روی این دارم مطالعه میکنم و همطور منتظر هستم که فرصت بشه که بتونم اون ادای مطلب رو از این بکنم براتون میگم. ولی فعلا چون مخاطره که همزمان شده با فصل دواریم، دارم این مقدار ساعت سریع براتون صحبت میکنم. ولی خود این زنبور عسل، دورا و دبر و گل سرخ یک سابجکتی هستش که اگه خداوند قدرت بده، یک میتونم باور کنید منی که سواد او قدر ندارم میتونم راجع به مسئله یک چند ساعت صحبت بکنم. پس امروز فقط به عنوان یک اشانتیان و یک سمپل دارم براتون راجع به این مسئله صحبت میکنم، با امید خدا سر فرصت میتونیم اینو بیشتر گسترشش بدیم. پس میبینیم که دبری که تشبیه شده و ریشه دورا زبون عسل ازش هستش، پس میتونه مثل یک زنبور عسل که روی گلهای مختلف میشه و گلها اون رفتن به دبیرهای مختلف و معلمهای مختلف و دیورتوراها و صحبتهای مختلف هستش که آدم میتونه ازش برداشته مثبت بکنه، مثل یک زنبور عسل که میره این شهدار رو در میاره و در کندوش نگه میداره، پس میتونه چیکار بکنه؟ اون سازندگی رو داشته باشه. حالا میدبار یه خاصیت دیگه هم که داره این هستش که اگر این دبر ازش استفاده منفی بشه، باز ما برمیگردیم به یک پاراشای دیگه و اون پاراشای ارزم بزرگتون بمیدبار هستش. بازم این کلمه بمیدبار، ما یه فصل تورا داریم که قبل از فصل آخری که دواریم هستش، که اون فصل بمیدبار هستش که اونم راجع به بیابان هستش، که در این فصل به قسمتی که ما میرسیم اونجایی هستش که در فکر کنم عرضم به حضورتون فصل 20 و 21 اگه در پاراشه بمیدبار نگاه بکنید، اونجا هستن که یا بنی اسرائیل میان باز از دبرشون منفی استفاده میکنن، با وجودی که خداوند اینقدر برشون معجزه کرده و با دیدن، و بیان چیکار میکنن؟ باز گلگی میکنن که ما در این بیابان نه آب داریم و نه نون داریم و اینا، که به خاطر همین گلگیه باعث میشه که مارهای گزنده در این بیابانی که هیچ گونه حیات وجود نداره به وجود بیاتش و این کسانی که آمدن و گلگی کردن رو بگزه. و اتفاق جالبی که میفته، باز وقتی بنی اسرائیل میبینن که این
منفی گرایشون چقدر به ضرر بوده و اشتباه کردن، درخواست بخشش میکنن و خداوند میاد چیکار میکنه؟ به موشه میگه که بیا و برای اون کسانی که ادعای بخشش کردن و فهمیدن که اشتباه کردن، بیا و یک مار مسی درست کن و سر یک چوب بزن که اونایی که مار گزیده هستن وقتی اینو نگاش بکنن خوب بشن و زنده میمونن. و جالبه که کلمه‌ای که ما در عبری داریم به نام نخاش که اینجا ما ببینیم که به صورت مار گفته میشه، که قبلا هم راجع به این مسئله صحبت کردم که ماری که در کتاب تورسش خیلی راز و زن زیاده روش هستش، و کلمه نخوشت یعنی مس، بازم ریشه که داری، یعنی همینطور که اینجا خدمت میدم، اینجا اگه نخاش رو ببینید نون خد شین و نخوشت که مس، همینجا نون خد شین رو داری میبینید. پس خداوند به موشه میگه که بیا و یک مار مسی درست کن و اونو بزن بالای یک چوب، کسانی که مارگزیده شدن در این بیابان و اومدن از این کلامی که بایستی مثبت باشه این استفاده کردن، این کلامه شده مثل یک مار که بهشون میگزه. و این جالب استش که اگر شما مطمئن هستن میدونید میدیدید که یکی از آرمهایی که در داروخانه استفاده میشه یک ماری هستش که سر یک چوب هستش که به عنوان سمبل شفا و بهبودی هستش، که این داستانی هستش که در تورا گفته شده 3300 سال پیش، که البته یونانی هم ازش استفاده کردن و گفتن یونانی هستش، همچنین در ایران هم استفاده کردن، میگن ابن سینا اینو گفته، ولی خب چیزی که ما کتبی داریم و مدرک داریم این هستش که در تورا قشنگ در فصل 21 و 22 کتاب بمیدبار گفته شده که خداوند میفرماد که به موشه یک مار مسی درست کن و اونو بالای چوبی بزن که هر کسی که مارگزیده شده و در حال فوت هستش با دیدن این بتونه زنده بشه. پس میبینیم که کلامی که میتونه از دهن در بیاد، از اون بیابان دهانی که به نظر میادش هیچ چیزی درش نیست ولی با صحبت کردنه، که این صحبت کردن چیزی که عامل صحبت کردن میشه زبان هست، که زبان هم هست که ما در مثالهای مختلف به مار تشبیه شده، که وقتی میگن یارو زبانش مثل مار نیش میزنه، این هستش که این کلامها عرض کردم در تورا همیشه از طبیعتی استفاده میشه که ما بتونیم درک بکنیم. و جالب این هستش که این ایامی که ما داریم به استقبال که نداریم، ایام سوگواری داریم و داریم این همه سوگواری میکنیم به خاطر خرابی بیت المقدس، اصل و بناش به خاطر همین صحبت کردن بوده. وقتی که بنی اسرائیل قبل از اینکه به سرزمین موعود و اسرائیل برسن، خداوند به موشه میگه بیاد از سران این 12 سبت یک نفر رو انتخاب بکن که برن و این سرزمین اسرائیل رو بازدید بکنن. و کسانی که انتخاب میشن کسان آدم معمولی نبودن، یعنی از هر سبتی شخص انتخاب میشه که واقعا سرکرده اون سبت بوده، که از این 12 سبت که از این 12 نماینده 10 تاشون میان چیکار میکنن؟ راجب سرزمین اسرائیل، سرزمین مقدس اسرائیل بدگویی میکنن، که این بدگویی کردن اینا در 3300 سال پیش باعث میشه که نتیجهش همون روزی که اینها اومدن بدگویی کردن مصادف از میشه با همین نوم آوی که خرابی به تمیقداش درش اتفاق مفتده. و روزی هستش که تنها روز سوگواری یهودیان هستش، که خداوند میگه که به خاطر اینکه بی خودی اومدید گلگی کردید و بی خودی اومدید گریه کردید، به خاطر اینکه نمیدونستید که این سرزمینی که رفتین با اباحتش اومدید ازش بدگویی کردید، طوری میشه که این کلامی که این دبری که در بیابان میدباری که بایست ازش استفاده میکردید و به عنوان یک مثل یک زنبور اصلی که بیاد اون مسعاد زیبا ازش در بیاره، ولی برعکس اومدید
منفیگرایی کردید باعث شد که این از این 12 تا نماینده خیلی اولوالعزم 10 تاشون بیان چیکار کنن به وضع فجیع کشته بشن، به خاطر اینکه اون زبانه میگن حتی در میدراش هستش که این 10 نفری که آمدن و بدگویی کردن زبونشون از دهنشون آمد بیرون. و حالا ما کردیم که چطور هستش، ولی منظور این هستش که این زبانه که در فارسی هم میگن زبان سرخ سر سبز میدهد برباد، قدرت کلام چقدر اهمیت داره که انسان باید مواظب باشه که عرض کردم جلسه قبلم عرض کردم که این دبر که یادتون باشه گفتیم را کسانی که نادر میکنن و کلامی از دهنشون در میاد چقدر در یهودیت مهم هستش، مثل یه پرستو هستش به بر میگرده. و حتی یک جالب هستش که دبر اگه کلامش رو در این مقدار ممکنه دوستان گیج بشن، ولی سعی میکنم طور توضیح بدم که بیشتر قابل قضم بشه. دبر و آدم همطور از کردن مثل زنبور اثر هستش، همطور میتونه مثل یک نخاش کار بکنه اگر این زبونه رو درست استفاده نشه. و یک چیز دیگه هم که خیلی جالب هستش، کلمه که از دبر میتونه شبیهش هستش کلمه دو هستش. دو یعنی خرس. حالا چه ارتباطی داره خرس با دو و کلام آدم؟ همونطور که عرض کردم شما اگه نگاه کنید کلمه دبری که اینجا من براتون نشانه نگاه کردم با دو شباهتی که داره به این صوره هستش که شما دبر اگه دقت کرده دقت بفرمایید، دبر دالت دو داره، بت دو هم داره، ولی به جای رش ر اینجا واو هستش. فرق واو و رش این هستش که رش و واف شبیه هم هستش، فقط چیزی که هست اگر ما بیام یه یود به این واف اضافه کنیم میشه رش که همون دبر ازش در میادش، کلمه حروف دبر ازش در میاد. و یود هم از نظر یهود، از نظر عرفان یهود نالج و آگاهی هستش. و صحبت اینجا هستش که اگر یک انسان دبرش رو درست استفاده نکنه، و جالبه قبلا هم به این مسئله در یه فیلم قبلی بهش اشاره کردم، و اگر بیاد این کلام رو یک به صورت یک انسان آگاه ازش استفاده نکنه مثل یک خرس میشه. اگه شما مطمئن هستم میبینید که خرس ها و انسان ها از نظر قیافه تقریبا شبیه هم هستن، یعنی همطور که خرس رو دوتا پاش میسته اینا و قیافتن از نظر یک اون حیوانیت یک انسان رو بخواین شبیه بکنید مثل یک خرس میشه. و این گفتم کلام و حرفی که از دهن در میاتش باز بر میگرده به همون مقصد اولیش، همونطور که در فیلم قبلی راجبه برگشت و نیدر صحبت کردن و نس کردن که آدم وقتی حرف از دهنش در میاتش باید بدونه که مثل یک پرستو که به آشیانه برمیگرده، باز برمیگرده به خودش. یادتون باشه گفتم پرستو میشه درور، که درور هم باز کلمه هستش که به دوف نزدیک هستش. و جالبه وقتی که ماهی هایی که ماهی قزلالا یا سلمون قزلالایی که میرن و در خونه در رودخونه رها میشن، وقتی که میخوام تخم گذاری بکنن برمیگردن به اون مبدعی که متولد شدن. یعنی یک چیز هستش در طبیعت خیلی همه رو به تعجب گذاشته، یعنی ماهی های قزلالا میان برعکس مسیر آب شنا میکنن که برگردن به اون جایی که متولد شدن. و جالبه در این مسیر برگشت کسی که منتظرشون هست چی هستش؟ اون دوی هستش، اون خرسی هستش که داره چی کار میکنه، از این مسئله استفاده میکنه. و اون ماهیار و اون ماهیایی که قزلالا که در رفتن و یک تیه طریق کردن و زندگیشون رو تیه طریق کردن بر میگرده و سر راه اینا واز میشه و اینا رو سیدشون میکنه. پس میبینیم که کلام ما همونطوری که عرض کردم شباهت
دوف که خرس میشه و دبر، همونطوری که دبر ما بی خودی تو این دنیا حرکت نمیکنه و بازگشتش به طرف خودمون هستش، میبینیم که بازگشتش بعد چند هزار سال باعث شد که اون کلامی که نمایندگان قوم بنی اسرائیل اومدن راجع به اسرائیل بدی گفتن، و بازگشتش باعث شد که بختالنصر بیاد بیت المقدس رو خرابش بکنه. پس تو این دنیا کلام بی اثر نیستش، میتونه مثل دورا، مثل زنبور اثر چکار بکنه؟ اثر تولید بکنه، بره روی گلها بشینه و شهد خوشمزه اون اصل رو در بیاره و ازش یک اصل خوشمزه به وجود بیاره. و اگر این دورا نباشه، میدونیم که الان از نظر زیستشناسی اگر زنبور اصل از بین بره، زندگی تمام انسان ها به زنبور اصل بسته استش. پس همینطور میدونیم از نظر طبیعت، همینطور که زندگی انسان ها، حیات طبیعت وابسته به این زنبور اصل هستش، پس از نظر فلسفی هم، از نظر روحانی هم، حیات روحانی ما هم وابسته به دبر ما هستش، به کلام ما هستش. و جالبه در طبیعت دو تا حشره وجود داره، دو تا موجود وجود داره که اینا قیافتا شبیه هستن، مثلا یکی زنبور اصل هستش و یکی هم مگس هستش. یعنی جالبه، خود اصلا خود کلام چیز مگس در عبری میشه زووو، که باز اگه بکنه شباهتی باز با دبر در درست کلامی مقدار فرق میکنه، ولی کلامی که مالا میخوای مقدار به دوستان گیچشون بکنم، فرق مگس و زنبور هستش که مگس در جایی میشینه که اصلا چیز نیست، قابل تحمل نیستش، و زنبور اصل در جایی میشینه که هرگز نمیدونی یه زنبور اصل جایی بشینه که مگس میشینه، و هیچ وقت نمیدونی که یه مگس میشینه جایی که زنبور اصل میشینه. پس کلام ها بعض موقع کلام ها ممکنه شبیه هم باشه، ولی در نهایت ممتد میشه به یک کلامی که مثل یک مگس هستش که در جای کثیف میشینه، و یا مثل یک زنبور عسل هستش که در جای میشینه که نهایتش و اون بازدهش یک عسل خیلی خوشمزه و مقوی و حیاتی هستش. پس میبینیم که وقتی که ما میگیم کلامای عبری چقدر میشه ازش درس گرفت و چقدر میشه ازش مسائل مختلف رو پیدا کرد و بیرون آورد، میبینیم که ترک کلام من وقتی میگیم کاپی کردن، به خاطر این هستش که از دید یهود که نگاش بکنیم چقدر میتونه برای ما پیغام داشته باشه، ولی در کلامهای دیگه، در زبانهای دیگه فقط یک کلمه هستش. و این تفاوتی هستش بین یک چیزی که اصل و اساس داره و یک چیزی که کاپی شده. پس دوستانی که من کلمه کاپی استفاده میکنم، حتما به این مسئله پی بردن که مسئله اون توجه کردن دوستان باشه به این کلام های تورا، که تفاوت میان یک اصل و کپی کردن از زمین تا آسمان هستش. دوستان عزیز، امیدواریم که این ایام سوگواری ما هرچه زودتر با آمدن به تمقداش و با آمدن ماشیه و آبده به تمقداش به مراسم جشن و پایکوبی تبدیل بشه، آمن به زودی زود، و این تنها ایام سوگواری که در یهودیت هست تبدیل بشه به یک موعد بزرگ که به زودی زود شاهد این هستیم. بار دیگر دوستان عزیز تقاضا میکنم اگر این برنامه ها مورد قبولشون واقع شده، کانال یوتیوب شلوم ایران رو سابسکرایب کنن، لایک کنن و برای دوستانشون لینکاشو بفرستن، که عرض کردم هدف آشنایی دوستان به واقعیت و حقیقت یهودیت هستش، که امیدوارم روزی بشه که بتونیم این صحبت‌ها رو در یک جمع خیلی بزرگ در کشوری که یهودیت ازش پا گرفته، یعنی سرزمین پارس، بتونیم به اجرا در بیاریم، که امید خیلی دوری نیستش که امید خدا به زودی زود این اتفاق قد افتاد، و همه دوستان با آگاهی بیشتر به این مسائل توجه کنن و اون
اون تنفرهای بی خود کنار بذارن و با دوستی و عشق بتونیم آینده بهتری رو برای نسل‌های بعدی به وجود بیاریم. خیلی متشکرم، تمام دوستان رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.